گفتن اندر خورد. کنون تا چه داری بیار از خرد. خرد بهتر از هر چه ایزد بداد. ستایش خرد را به از راه داد. خرد راه نما و خرد دلگشا. خرد دست گیرد به هر دو سرای. از او شادمانی از اویت غمیست. و از اویت فزونی و از اویت کمیست. چه گفتن خردمند مرد خرد؟ که دانا ز گفتار او برخورد. کی کی نرگم زده؟ فردوسی داره میگه، میگه کی؟ چه گفتن خردمند مرد خرد؟ که دانا ز گفتار او برخورد. کسی کو خرد را ندارد ز پیش، دلش کرده دست کرده خیش ریش. از اویی به هر دو سرای ارجمند. از خرد گسست خرد پای دارد به بند. هر دین و مذهبی که داری در بند و در اسارتی چون خرد داری. خرد چشم جان است چون بنگری. خرد چشم جان است چون بنگری. تو بی چشم شادان جهان نسپری. نخست آفرینش خرد را شناس. نگهبان جان است و آن سه پاس. فردوسی هم اینو جدا نوشته، نوشته سه پاس. سپاس تو چشم است و گوش و زبان. سپاس تو چشم است و گوش و زبان. اینجا همون پندار، گفتار و کردار است که چشم وقتی میگه بصیرت، دیده، پندار و اندیشه این نکرمیه. گوش رم که و زبان رم که اینا کردار رو میارن. که از این سه رسد نیک و بد بیگمان. خرد را و جان را که یارت ستود. وگر من ستایم که یارت شنود. حکیما حکیم پیروز پارسی، حکیم پردیسی، حکیم ابوالقاسم پردیسی فردوسی خراسانی. حکیما چو کس نیست گفتن چه سود. هزار سال پیش همون از دست شما اکثریت خاموش در عذاب بوده. حکیما چو کس نیست خاموش چه سود. چه سود، چه سود از این پس بگو آفرینش چه بود. تویی کرده کردگار جهان. ببینی همی آشکار و نهان. به گفتار دانندگان راه جوی. به گفتار دانندگان راه جوی. به گیتی بپوی و به هر کس بگوی. ز هر دانشی چون سخن بشنوی. از آموختن یک زمان، از آموختن یک زمان نکنم. چو دیدار یابی به شاخ سخن. چو دیدار یابی به شاخ سخن. بدانی که دانش نیاید به پند. درود به روان پاک پیروز پارسی. حکیم ابوالقاسم
پردیسی فردوسی. به نام خدای جهان آفرین، به نام خدای جهان آفرین، به پیش جوانان ایران زمین، به پیش جوانان ایران زمین، به میدان برآیید و گامی زنید، به میدان برآیید و گامی زنید، به ذهن زمان نقش نامی زنید. به نام خدای جهان آفرین، به نام خدای جهان آفرین، به پیش جوانان ایران زمین، به پیش جوانان ایران زمین، به میدان برآیید و گامی زنید، به میدان برآیید و گامی زنید، به ذهن زمان نقش نامی زنید. با سروده زیبای پیروز پارسی، پردیسی، فردوسی که آغاز کردیم، هدفی داریم و اون این که با آگاهیتون برسونم مهربان یاران که دین، مذهب از نخست تا به امروز بانی و باعث بدبختی مردم بوده. اما و ما هرگز تبلیغ دین نمی کنیم. فکر نکنید ما دین جدیدی و قدیمی و ما میگیم زرتشتی اوستایی دین، نه، اینا دین نیست و نبوده است. آیین بوده است که تونسته جهان رو بگیره. بارتولودی رو دیدید که مجسمه آزادی رو میسازه، همونی که فردوسی هم دستش میگیره، کتاب اوستا و مشعل همیشه فروزان زرتشت، خرده، خردگرایی است. اما خب انسان ها همیشه به یک چیزی نیاز دارن که دستشون بگیرن، یا دکتر روان پزشکی یا دین و مذهبه. ولی من میخوام اینجا همونی که 40 سال بهتون گفتم تأکید کنم بهش، که فقط بایستی به خداوند بزرگ دستمونو بگیریم، دلمونو بگیریم، مهرمونو بگیریم و خودمون همیشه بلند شیم. تو خونه بشینی بگی برسون، تو بری تو میدون، وقتی رفتی تو میدون، بعد اونجاست که یاری اهورامزدا میاد و تو رو یاری میکنه. ولی اهورامزدا به دین و اینها نیست، خاطرتون جمع باشه، دین و این حرفا در کار نیست. دین کسی تبلیغش نمیکنه. اگه بشر به ترقی هم رسیده در طول تاریخ، به اهورامزدا، به خداوند، به نظم حاکم بر هستی باور داشته، به دور از خرافات و مزخرفات همه ادیان و مذاهب. امروز در این مورد میخوام باشون صحبت کنم. به همین خاطر به آگاهیتون برسونم، چون من به هموطنان ایرانی که گفتم و میگم، به دوستان و برادران آریایی تبارم، افغان ها، بارها گفتم، بازم تاکید میکنم، شما تا وقتی که برای دین بجنگید بدبخت و بیچاره اید و قتل عام میشید.